باشد در راه خدا صدقه بدهد بین رکن مقام کشته شود ثم لا یبالک یا علی لم یشم راه حسل جنه ولایت تو را نداشته باشد بوی بهش را نمیشنود. این چیزی نیست که مربوط به شیعه باشه یا وقتی این حدیث ثقلینی که دیگه من گمان نمی کنم جز آدمی که متعصب باشه بیاد منکر باشه میگه اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی این تمسکتون به اما لن تزلو بعدی، این دیگه چیزی باقی نگذاشته رسول اکرم برای این قضیه. و مسئله این که در روز قدیر در روز پنجشنبه که پیغمبر فرمود حلوم اکتب لکم کتاب لن تزلو بعدی، با توجه به بعضی از قضایایی که بوده پیغمبر اکرم خبر داشتن در روایت صحیح که آقای حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه که این الامت ستحق درو بکه بعدی یا علی، امت در حق تو خیانت خواهند کرد یا زغائن فی صدور قوم لا یبدون حالک الا بعدی یا علی، کینه هایی در درون سینه های مردم میبینم که این کینه ها بعد از من به منصه ظهور خواهد رسید. و اینکه پیغمبر اکرم فرمود اصحاب من بعد از من مرتد خواهند شد، ای کاش ایشون یک فرصتی بشه که مقداری در رابطه با صحابه مطرح بشه. آیا آیات قرآن فقط صحابه را مدح کرده یا نه آیاتی در مذمت صحابه هم هست؟ ما نیاییم نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض هم باشیم. ما اینی که برای اینجا اکم فاسقون به نبعین و امثال این مال همین قرآنه، مال تورات انجیل که نیست و ده ها آیه دیگر. و آنچه که خیلی مهمه حدیث هود هست که وقتی از برا ابن عازب سوال میکنن که آقا خوشا به حالتون حنی انلک صحبت رسول الله و بایعت او تحت شجره، برمیگرده میگه برادر زادم نمیدانی ما احدثنا بعد رسول الله چه بدعتهای ما بعد از پیغمبر نهادیم. یا همین تعبیر را برای شما سنم از خود ام المؤمنین عایشه مطرح میشه که میگن آیا شما میخواد کنار قبر پیغمبر دفن کنیم؟ میگه نه، من چون اینی احدث بعد رسول الله احداثن منو در بقی در کنار خواهرانم دفن کنیم. اینی که پیغمبر در صحیح بخاری و مسلم هست که میگه صحابه مرا فردای قیامت به طرف جهنم میبرن، عرض میکنم خدایا الی این قالو الی النار، به آتش میبرین. و میگم اینها جرمشون چیه؟ خطاب میاد اینهم ارتدوا علی ادبارهم القهدرا، اینها مرتد شدن به همون زمان دوران جاهلیتشون برگشتن. بعد خود رسول اکرم در صحیح بخاری فلا یخلص منهم الا که اومد نعم، از این صحابه ای من از آتش جهنم جز تعداد اندکی نجات پیدا نمی کنن. آقا ما بیاییم یه مقدار چشمون رو خوب باز کنیم. این آیه قرآنی هم که داره میگه افا این مات او قتل این قلب تم علا اعضابکم، وقتون تموم حساس چیزی نیست که ما بخواهیم به قول یک چشمی به قرآن نگاه کنیم. بله، خیلی ممنون و متشکر از هر دو طرف مناظره کننده که سعیشون بر این بود که حرمت نگه داشته بشه و الحمدلله تا حدود زیادی هم رعایت شد. این برنامه هدفش این هست، یکی از اهداف مهمش این هست که حقایق روشن بشه و هر دو طرف به اصطلاح موافق و مخالف نسبت به موضوعات مختلف نظراتشون رو راحت و شفاف بیان بکنن. یکی دیگه از اهداف این برنامه این هست که واقعا یه مقدار در رفتارمون در صحبتهامون نرمش رو زمینه کنیم و چاشنی صحبتهامون کنیم. و من همیشه دعوت کردم چه اشکال داره 100% با همدیگه مخالف باشیم ولی خیلی آرام عقاید و نظراتمون رو مطرح کنیم. از جناب آقای ملازاده هم میخواییم، البته بستگی داره تقییم هیئت مدیره که این برنامه رو دیدن، خواهند دید دوباره، آنالیز خواهند کرد که تصمیم خواهند گرفت که این مناظره ادامه پیدا بکنه یا پیدا نکنه. به هر حال هر چه هیئت مدیره تصمیم بگیره همون رو اعمال خواهیم کرد. فقط من از جناب آقای ملازاده میخوام که در برنامه های خودشون در تلویزیون دیگه که دارن، این پیشنهاد من در به عنوان یک برادر یک دوست که انشاءالله باشیم با وجود اختلاف نظر بسیار فراوان،
که یک مقدار ملاتفت و نرمی رو چاشنی صحبتشون کنم. من یه سوال هم از آقای ملازده خواهم داشت، یک سوال خیلی کوتاه، جوابش یک کلمه است، یا آری یا خیر. اگر لطف کنید پاسخ این سوال رو هم بدید، البته وقت شما میدم یه دو دقیقه، شما صحبت بفرمایید، دو دقیقه سه دقیقه که باقی مونده شما صحبت بکنید که جواب سوال من رو البته لطف کنید بدید که یا آری یا نه. ببینید اگر حسن نیت رو واقعا وارد صحبت ها بکنیم و قضاوت رو به عهده مردم بگذاریم، اونها راحت قضاوت خواهند کرد. شما مدت ها بود جناب آقای ملازاده میگفتید که من حاضر مناظره هستم، شبکه سلام به من اجازه مناظره نمیده. ما شرایط مناظره رو فراهم کردیم. من نگفتم چرا، من در برنامه گذشته برنامه تلویزیونی سلام به من اجازه نمیده، من اینو نگفتم. شما در برنامه های تلویزیونی تو من خودم شنیدم، حالا میگید نگفتید. آره گفتم حاضر به مناظره ام، اما من از سابقه سلام نخواستم که بگم که من اجازه نمیده. آها خیلی خوب، من هم چرت زده باشم، ولی به هر حال الان خودم تمام شد. هر به هر حال بله گفتید، ولی در برنامه گذشته تو مال دیشب پیشب بود گفتید شاید اینها مناظره گذاشتن که برنامه خودشونو پربیننده تر کنن، که من این رو باز دیشب شنیدم، فکر کنم تکرار برنامه‌تون بود. نه واقعا همچین هدفی ما نداریم، واقعا همش هدف بود. خلاص که شنوندگان گفتم منم چند بار زنگ زدم شما رو پیدا نکردم، با تلفن شما رو خواستم ندادید، حتی الانم که تو روی تلویزیون هستین اسم بنده رام کامل ننوشتین. اینا موضوعات جزئیه که مهم نیستش، اما من از حسن استضافت شما، از ادب شما، از عدالت شما در توزیع وقت تشکر میکنم. مثلا جزئی رو واقعا مهمی، این مطالبی شما راجع به حسن زن و نرمش و اینا فرمودید، من کاملا با شما موافقم. و ولی شما ها میان ما رو تکفیر میکنید، صحابه پیام رو تکفیر میکنید، خون ما رو مباه میکنید، مفتیهات و خون ما رو مباه. نه ببینید، نه من خود آقای شیرازی، شما در قالب وهابیت خون همه ما رو نه آقای شیرازی چنین فتوایی نداده، شما هم در کرد. همین الان آقای قزوینی بله. خیلی خوب، این یه بحثایی که باید درسته. ببینید این یک بحثایی که باید با این حال ما شما رو مسلمان میدونیم، ولی اون چرا که لازمه علنا میگیم. شما ما رو مسلمان نمیدونید، شما چیکار میکنید؟ نه ما هیچ، ما هم شما رو مسلمان میدونیم، ولی شما رو مؤمن نمیدونید. بله مسلمان میدونید اما مؤمن فرق نمیکنه، شما همون دید رو نسبت ما دارید. حالا بگذارید چون تموم میشه. اصلا هر کی لا اله الا الله محمد رسول الله بگم اونو مؤمن میدونید. خیلی خوب، شما مؤمن و مسلمان فرقی نیست. بله خب، ولی قرآن، ولی قرآن بگیم ما همونی که میگیم همونی، ولی اینجا ما همونی که میگیم همونی. بله ولی قرآن میفرماید که این با این خواهد من سعی میکنم که نفیت شما رو رعایت کنم. بله حد اکثر فرد من حجومم رژیمه. نه نبینید، نه بینید وارد مسئله سیاسی نه، این مطلب رو جواب این سوال من رو بدید، میخواییم صحبت ها رو تموم کنیم. شما در برنامه تلویزیونیتون گفتید آیت الله سیستانی و آیت الله شیرازی اینها دزدهای میلیونر هم، آیا شما این حرف رو زدید یا نزدید؟ نه شیرازی رس نبودم. نه این دو کلم هر مرجعی که از مردم خمس بگیره دوست دینی میلیونره. خیلی نه اولا که حالا تکرار کردید صحبتتون رو، اولا که این هر مرجعی بله نه من خودم شنیدم شما گفتید آیت الله سیستانی و آیت الله شیرازی، و الان هم که میگید هر مرجع فرق نمی کنه. مرجع من نمیدونم آیت الله یا نه شیرازی که مرجع نیست، من نمیدونمش که اونو من باید من میگم هر مرجعی که از مردم خمس بگیره یک خیلی خب به هر حال اجازه بدید، اجازه بدید. خیلی خب همین من سوالم همین بود، هر کسی که از مردم خواست بگیره از راه دین نون میخونی دوست دینیه. بله خیلی خب من همین رو خواستم بگم، این رو ما و بینندگان و هر عاقلی این رو توهین میدونه، برای خاطر اینکه میدونید چرا نمیدونید. اجازه بدید، اجازه بدید. نه نه اجازه بدید، مردم با اختیار نه اجازه بدید. بله ببینید وقتی که شما میگید اون مرجع اینطور هست 400 میلیون کمتر بیشتر شیعه هم که اون پول رو به اون مرجع تقلید میده، اون هم شریک دزده. در واقع شما به علماء دین، شما به علماء دین و به مردم اجازه بدید، اجازه صحبتم تموم بشه. شما به علماء دین و شما به علماء دین و به 400 میلیون مسلمان شیعه دزد و شریک دزد اطلاق کردید. لذا من از شما میخوام اگر این سبک و سیاق رو